چند وقت پیش من خیلی بی سر صدا آستینا رو دارم میدم بالاک نمیخوام برم دعوا. چند وقت پیش من خیلی بی سر صدا اومدم هایلایت های پیجم رو تغییر دادم آیکونشو، اما چون از اونجایی که ما با هم دیگه نداریم هرچی من انجام میدم میام یاد میدم زرتی، اومدم امروز بهتون بگم که آقا چجوری از یه آیکون تک بودی که نه دو بودی یه آیکون سه بودی بسازیم تقریبا و اون حالت کاوره رو درست کنیم. هنوز دارم میسازن، یادتونه من اون یکی کانال رو داشتم میساختم، اون کانال پرید دوباره من یه کانال دیگه زدم، هنوز بازم دارم میسازن. پس سیلوم رو فقط چطوری سینمایی هستم امروز اومدیم که با هم بریم شروع کنیم. خیلی خب، آیکون های مختلفی که دوست داشتیم، حالا من اینجا به عنوان مثال آیکون خود یوتیوب رو اومدم برداشتم و میخوام اول از همه خود آیکون رو سبودی کنم. خب چیکار انجام میدم؟ میام این کار رو انجام میدم که اول از همه دکمه کویک سلکشن رو برمیدارم، این قسمت پلی وسط رو انتخاب میکنم و رفیق شفیق همیشگیمون کنترل جی رو میزنم. چرا؟ بهتون میگم در ادامه. دوباره کلیک میکنم روی این قسمت پایینی، راست کلیک میکنم و بلندینگ آپشن رو باز میکنم. از این قسمت میام بیول اند امباس رو میزنم، استایلش رو روی حالت اینر بیول تنظیم میکنم که از داخل عملا بر ما بخواد برجستگی بخوره. اما باید بریم به یه سری نکات توجه کنیم. اولین نکته ای که مهمه، خدا این داره میاد توی خونه، من دیگه اصلا میترسم، خیلی نزدیک این پشت. دپت یعنی میزه عمق کاره که اینجا من روی 540% تنظیمش میکنم، اما سایز رو زیاد میکنم. سایز رو که زیاد کردم، حالا سافتنس نیازه که زیاد بشه، یعنی چی؟ باید نرم بشه دیگه آقا، نباید سفت بشه که. بله، اما این حالت رو روی آپ میذارم که این قسمت روشن ها رو به بالا باشه. یه مقداری سایز رو زیاد میکنم اما دپ رو کم میکنم، یعنی عمر رو کم میکنم. این شکلی. خیلی خوب، از این قسمت به این شید و اینها کاری نداریم، به همین حالت باشه اوکیه، ولی این قسمت شادو ها رو باید یه خورده کم رنگش کنیم، خیلی بررنگه. اوکیه، همین خوبه و اوکی رو میزنم. حالا این قسمت بالا رو جداگونه دوباره میخوام سبودیش کنم، پس میام راست کلیک میکنم روش، بلندینگ آپشن رو باز میکنم و از این قسمت میام گزینه بیول اند امباس رو دوباره میذارم. این بار روی امباس تنظیمش میکنم، میبینید؟ یعنی از دو طرفش قشنگ بیاد سایه بخوره و اینطوری خودش رو برجسته نشون بده. به این صورت یه نمونه میتونم اپاسیتی این ور رو زیاد کنم که پررنگ تر بشه و الان اوکیه. به همین راحتی این رو اوکی میکنم و الان اینو میتونیم بگیم که یک حالت سبودی و برجسته پیدا کرده و همین بر ما رضایت بخشه. خب این رو هم میتونم سیف بگیرم ازش، به این صورت که این دوتا رو با هم دیگه بگیرم، کنترل ای رو بزنم که یکیشه و بعد راست کلیک کنم و بیام اینجا کویک اکسپورت پی ان جی رو بزنم و حالا خروجی میگیرم ازش، مثلا میمیسم یوتی آیکون و سیف رو میزنم. حالا میام یه دونه اینجا سند باز میکنم با سایز 1080 و اوکی رو میزنم. خیلی خب، حالا این آیکونی که درست کردم رو میارم اینجا، این داخل میندازم، یه خورده سایزش رو کوچیک میکنم در این حد چون کار داریم دور اطرافش و اینتر کوچیکر میزنم. همین اول کار رفیق شفیق همیشگیمون کنترل جی یه بار نه دو بار میزنم و دوتا دپلیکیت میگیرم ازش. از این قسمت میام فیلتر رو میزنم، بلر و گاوسیم گاوسیم بلر رو میزنم، یه نمور بهش ریدیوس میدم که این حالت اینطوری درخشندگی رو پیدا کنه، میبینید؟ خب دوباره میام روی این لایه بالایی، روی اینم همین فیلتر رو دوباره میزنم، اینا این گاوسیم بلر اینجا هست میزنم، اینم اینطوری میشه، اما اینجا دست از سرش بر نمیدارم، میرم سراغ فیلتر، فیلتر گالری رو میزنم باز میکنم و اول از همه میام اینجا روی گلاس میزنم، میبینید؟ روی فیلتر دیسورت گلاس رو میذارم باز میکنم. این قسمت هم قبلا توی دوره از صفر فتوشاپ توضیح دادم که این قسمت چجوری، اگه میخواییم بدونین چجوری دقیق کار میکنه اون قسمت رو میتونید ببینید، اینجا ویدیو رو الکی طولانیش نمی کنم. خیلی خب، اینجا درست شد، میام روی این گزینه که زدم. حالا این پایین یه دونه به علاوه داره، این به علاوه رو میزنم و میام این بار اوشن فلان رو میزنم. خب یه نمور این اسلایدر رو میارم سمت راست، ریپل سایز رو و یه کوچولو هم اینو اینطوری زیادش میکنم، شکلی ریپل مگنیتیود و اوکی رو میزنم. به این شکل در میام. حالا
روی لایه وسطی کلیک میکنم و اینجا میام ابزار الیپس تور رو برمیدارم، رنگش رو روی سفید تنظیم میکنم و از این قسمت یه دونه دایره به این صورت رسم میکنم. دیدین؟ خب این دایره که رسم شد اینجا، کافی که روی لایه بالایی راست کلیک کنم، راست کلیک کنم و create clipping mask کنم. میبینید افتاد روی لایه پایین به همین راحتی. حالا میتونم یه خورده این رو بیارم پایین، اما کار من اینجا تمام نمیشه. میام اینجا دوباره راست کلیک میکنم و blending option رو باز میکنم، این رو یه کوچولو بیارم این ور، bevel and emboss رو دوباره میزنم، این بار روی حالت inner bevel میذارم که این داخل سایه بخوره و یه مقداری سایز رو کم میکنم، softness رو زیاد میکنم، دپ رو هم دوباره کم میکنم که این حالت سبودی پیدا کنه. یه دونه drop shadow باز میکنم که یک سایه ای بدم زیرش، رنگش رو مشکی میکنم، دیستنسش صفر باشه، سایزش هم یه نمور کوچیک، ولی اپاسیتیش رو باید کم کنم، این زیاده اپاسیتیش به این حالت. میتونم باز یه خورده سایزش رو زیاد کنم و این رو کم کنم. اینجا سلیقه یه، شما میتونید حتی از رنگ قرمز هم استفاده کنید به این صورت و بیاین یه خورده سایز بدین اینا، میبینید این شکلیش کنید، این رو هم میتونید استفاده کنید. خیلی خب، حالا کافی که از این قسمت بیام یه دونه ابزار تکس بردارم و بنویسم، مثلا مینویسم یوتیوب. یوتیوب معلوم با فونت کلمه فارسی شد دیگه، معلوم با فونت کلمه دارم مینویسم. شما با هر فونتی که دوست داشتین میتونید بنویسین، فونت کلمه لایسنس داره، ولی شما میگم با هر فونتی که دوست داشتین میتونید بنویسین. خیلی خب، من اینجا یوتیوب رو نوشتم، یه راست کلیک باید بکنم روی یوتیوب و بلندینگ آپشن رو بزنم باز کنم و بیام دوباره یه درپ شادو بدم. درپ شادویی که میدم باز میتونم رنگش رو یا قرمز بذارم یا مشکی. چرا قرمز؟ به خاطر اینکه آیکونم قرمزه، پس شما هر آیکون با هر رنگی که دوست داشتین میتونیم بیاریم و رنگش رو مشخص کنیم. خب اینجا من رو سایزش رو یه مقداری کم میکنم که نوشته به این شکل بشه و اوکی رو میزنم. به این ترتیب کار ما در اومده. حالا فقط کافی که یه دونه دبل کلیک کنم روی این قسمت و اینجا اگه لایه باز شه یا آیکون دیگه ای بیارم اینجا، مثلا مثل آیکون تلگرام، سیپیکس رو نیاریم که نگم بعد تبلیغ فروشگاه خودتو کردی، بیارم اینجا بندازم، بیارم اینجا بندازم به این صورت سایزش رو اوکی کنم اینجا. الان اگه بزنم کنترل اس ارور میده. چرا؟ چون میگه که چنین چیزی وجود نداشته، اما اگر اینو پاک کنم و کنترل اس بزنم اوکی میشه. چرا؟ چون که تکلایه است این اسمارت آبجکت ما و به این صورت الان اینجا تغییر کرده. میبینید دوباره اینجا میتونم همه چیز رو تغییر بدم و تنظیمش کنم. به همین راحتی میتونم آیکون هایلایت ها رو درست کنم. لایک، سابسکرایب، زنگوله بغل یادتون نره. مرسی که همیشه همراه منید، انرژی میدین. تا اینجا ویدیو هم دیدین یه کامنت برام بذارین که خدایی چه چیز مشتی و در جا خودم انجام دادم، در جا اومدم بهتون آموزش دادم. لایک نداره نخیر فاتتون.